چند پیش احزاب سیاسی آمار ارائه شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات در مورد ثبت نام کنندگان را خیالی خواندند. آنان گفتند که آمار ثبت نام کنندگان 8 میلیون و 600000 نفر نه، بلکه 3 میلیون و 600000 نفر می باشد. حالا شماری از فعالان مدنی هرات آمار خیالی را میپذیرند، اما میگویند آمار ارائه شده از سوی احزاب صحت ندارد. جواد امید یکی از فعالین مدنی هرات بر این باور است که در بعضی از ولسوالی‌های هرات بر روی شناسنامه افراد که سن قانونیشان را تکمیل نکردند برچسب یا نشانه رای دهندگان نصب شده است. حالا من فکر میکنم شاید تقلبی شده باشه و نمیتونیم بگیم که هیچ تقلبی در روند ثبت نام کاندیداها در روند ثبت رای دهنده ها وجود نداشته، اما خب در این حدی هم نیست که ما بیایم 9 میلیون 4 میلیون ثبت نام کرده باشن و اون 9 میلیون جلوه بده. ما گزارش هایی داریم که در بعضی از ولسوالی های حالا هرات برای افرادی که هنوز سن از اونها 18 تکمیل نشده، تذکره از اونها استیکر چسبانده شده و اونها شامل پروسه رایدهی شدن، اما ای که ای تعداد خواسته باشه 4-5 میلیون رای دهنده جا به جا کنم، من فکر نمی کنم این رقم درست باشه. در همین حال آگاهان امور سیاسی در هرات میگویند که پروسه انتخابات نباید قربانی معاملات پشت پرده شود. عبدالقادر کامل آگاه امور سیاسی در هرات به دلیل آنچه نبود بانک اطلاعاتی در کمیسیون انتخابات میخواند تا حدود آمار ارائه شده از سوی احزاب سیاسی را میپذیرد. ای که احزاب سیاسی ارقام ثبت نام رای دهندگان را نمیپذیرند، اینا تا جای حق بجانب هستند، به خاطر از اینکه بانک اطلاعاتی وجود نداشت، جعل تذکره، توزیع استیکر و نبود بایومتریک، اینا همه باعث شد تا مشروعیت این پروسه زیر سوال بره. از سوی هم یکی از نامزدان احتمالی مجلس نمایندگان هرات میگوید برخی از احزاب سیاسی به منظور به دست آوردن منافع شخصی خود قصد به چالش کشاندن روند انتخابات را دارند. برخی از احزاب سیاسی در تلاش ای هستند تا اینکه ای چالش ای جریان مردمی را به چالش مواجه بکنند و مشخصا برخی از این احزاب در پی منافع شخصی و حزبی خود هستند. باورمند هستند که مردم افغانستان بیدار شدند و هوشیار هستند و ما نظارت احزاب و نهادهای ناظر ای را به فال نیک میگیریم، اما دخل و تصرف هر نوع حزب و هر نوع نهادی که در پی منافع حزبی خود باشه ایره قطعا مردود میدانم. با این همه ساکنان هرات به دلیل تقلب گسترده در انتخابات های گذشته باورمند به برگزاری انتخابات شفاف در انتخابات پیش رو نیز نمی باشند. با توجه به تجربیات دیگه گذشته که ما از انتخابات داریم که با تقلب و صورت گرفت انتخابات های قبل، این بار هم شفاف نخواهد بود پروسه انتخابات. با وجودی که سعی و تلاش زیادی در این عرصه صورت گرفته، ولی متاسفانه میتونیم بگیم که مافیای زیادی وجود داره در این بخش دسترسی میکنن و تمام رأی مردم رو تغییر میدن و نظر ما کدام تغییر خاصی نمیایه، بس بدور مثل گذشته اون رقم انتخابات برگزار میشه. این در حالی است که کمیسیون مستقل انتخابات اظهارات اخیر احزاب سیاسی را رد کرده و خواستار ارائه اسناد شده است.